نفوس مسلمانان در امریکا و سهمگیری آنها در انتخابات سالهای اخیر افزایش یافته است. نزدیک به 2.5 میلیون مسلمان در ایالات متحده واجد شرایط رای دهی‌اند. و این امر باعث شده که حضور سیاستمدارها و نماینده های مسلمان در مجالس ایالتی و فدرال پررنگ تر باشد. شورای روابط امریکایی های مسلمان پس از انتخابات میان دوره ای امریکا اعلام کرد که نزدیک به 83 نماینده مجلس های ایالتی و فدرال این کشور مسلمان ها اند. از برجسته ترین این افراد می توان به الهان عمر، رشید طلیب و اندری کرسون اشاره کرد. به عنوان یک مهاجر در این کشور می‌دانم که این قانون اجرایی چقدر تبعات مخربی بر هزاران نفری که در پی زندگی بهترند داره. مرز کنیا بود که به خانواده من اجازه داد مهاجرت کنند و پناهنده شوند. ما در ایالات متحده باید شرایط بهتری داشته باشیم، اما وضعیت مردمی که از خشونت فرار می‌کنند و مد نظر نمی‌گیریم و دروازه‌های خود را به روی اطفال می‌بندیم. بر اساس یافته‌های مرکز تحقیقاتی پیو، 62% از جمعیت مسلمان آمریکا تمایل به دموکرات‌ها و 17% وابستگی به جمهوری خواهان دارند. اما پس از تحولات در خاورمیانه، حمایت جمعیت مسلمان آمریکا از دموکرات‌ها متزلزل‌تر شده است. ما مرعوب نخواهیم شد. ما خاموش نخواهیم شد و تا زمانی که جانها را نجات ندهیم متوقف نخواهیم شد. ما برای خواستن آتش بس ادامه خواهیم داد و برساندن کمک های انسانی به غزه صدا بلند خواهیم کرد. ما خواستار آزادی همه گروگان ها و بازگشت امریکایی ها به خانه هستیم. اگرچه مسلمانان تقریباً 1% از جمعیت امریکا را تشکیل می‌دهند، اما به دلیل تمرکز در ایالت‌های کلیدی که اغلب با اختلاف اندک در انتخابات پیروز می‌شوند، یک ساختار جمعیتی مهم به شمار می‌آیند. به طور مثال، در جورجیایی که مسلمانان 61,000 رأی دارند، بایدن در انتخابات 2020 تنها با 12,000 رأی پیروز شد. و یا پنسیلوانیایی که در آن 120,000 رأی دهنده مسلمان ساکن است، جو بایدن با 81,000 رأی برنده شد. برنامه های انتخاباتی زیادی را میبینم، اما تا هنوز متقاعد نشدم که به دموکرات یا جمهوری خواه رأی بدهم. شاید به هیچ کسی رأی ندهم. حضور برجسته چهره های مسلمان در فضای سیاسی امریکا امروز بیشتر از هر زمان ملموس تر است، چی در خیابان یا در ساختارهای نظام. تجربه ایست که محیط سیاسی امریکا با آن چندان ناآشنا نیست. پویا هاشمی، واشنگتن دی سی.